Ассаламу алейкум, бинандаҳои гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Савсан Ғайибзода. Имрӯз дар барнома. Созмони ҳамкории Шанхай ташкилоти минтақавӣ бо фарогирии ҳамгироии сиёсиву иқтисодӣ Тоҷикистон ба 20 солагии таъсисёбии ин созмон ҳамаҷониба омодагӣ мегирад. Созмони ҳамкории Шанхай созмони минтақавӣ буда, лекин имрӯз характери универсалӣ пайдо кардааст. در ناحیه رشت به بهسازی وضع راه نقلیه توجه مخصوص داده می شود. آغاز اسفالت پوشکنی راه دره کمراو و سنگ فرش کنی راه سیادره ناحیه رشت. همین راه 18 کیلومتر به هر شرایطش وزمین باید. مازی که راه بهترین شده. پیشگیری از بیماری های سیرویتی در بین کودکان تفسیه متخصیص. جمعواری به تلفی حاصل میوه و سبزوات، کدبانه های شهری وعده توسط کنسر و کنانی برای زمستان محصولات ذخیره می نمویند. شرح پورای خبرها هیئت پارلمانی جمهوری تاجیکستان تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با سفر کاری و برای اشتراک در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران در این کشور قرار داشت. در دوره این سفر چند ملاقات و مذاکرات دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. گزارش همکارانمان. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده با پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی ملاقات نمود. محمد طاهر زاکرزاده قبل از آغاز صحبت سلام و احترام و آرزوهای نیک پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان را به جناب سعید ابراهیم رئیسی رسانیده گفت که می‌خواهم با شما و رهبریت عالی مقام جمهوری اسلامی ایران برای دعوت هیئت رسمی پارلمان تاجیکستان و استقبال و پذیرایی صمیمانه اظهار منتداری نمایم. ذکر شد که گسترش مناسبت‌های دوستانه و همکاری متقابلاً سودمند با جمهوری اسلامی ایران یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته. هر دو دولت در منطقه نیز منفعت‌های زیادی مشترک دارند. ما از همین عامل و پیوندهای ناگسستنی تاریخی و فرهنگی ما را وادار می‌سازند که با همکاری سودمند هرچی بیشتر رشد و گسترش بخشیم. محمد طاهر زاکرزاده ابراز داشت که مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با همکاری سودمند با جمهوری اسلامی ایران توجه خاص ظاهر نموده. توسط گروه‌های دوست مسئله های مربوط به قانونگذاری، گسترش رابطه های اقتصادی و دیگر مسئله های مهم را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین محمد طاهر زاکرزاده با رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیبوف ملاقات نمود. رئیس مجلس نمایندگان ضمن ملاقات اظهار داشت که تا امروز میان تاجیکستان و ایران بیش از 160 سند مهم دولتی به امضا رسیدند که مناسبت های دو کشور دوست و همزبان را هماهنگ و دورنمای آنها را معین می سازند. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی که در شهر تهران برگزار گردید در برابر نمایندگان والا مقام کشورهای دنیا اشتراک نمود. یادآور میشویم که مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی در حضور 265 مهمان از 115 کشور برگزار شد. در مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان سروزیر ارمنستان سروزیر الجزایر رئیس دومه دولتی فدراسیه روسیه، سران پارلمان های پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ترکیه، نیگریه، اینچنین وزیران کارهای خارجی کشورهای چون عمان، کویت و دیگر کشورها اشتراک نمودند. سازمان همکاری شانگهای که قلمرو بزرگ و دایره وسیع همکاری های منطقوی را در بر میگیرد، شکل نوی همکاری دولت های از نقطه نظر ساختار سیاسی، اقتدار اقتصادی و فرهنگی گوناگون به شمار می رود. سال 2021 از تاسیس یافتن سازمان همکاری شانگهای 20 سال پر شد و مطابق مقررات سازمان سال 2021 ریاست در سازمان همکاری شانگهای به عهده جمهوری تاجیکستان است. گزارش منوچهر سلیمان. سازمان همکاری شانگهای که قلمرو بزرگ و دایره وسیع همکاری های منطقوی را در بر میگیرد شکل نو همکاری دولت ها از نقطه نظر ساختار سیاسی اقتصادی و فرهنگی گوناگون به شمار می رود. هدف اساسی سازمان همکاری شانگهای تحکیم باوری متقابلا سودمند و همسایگی نیک کشورهای اعضا مساعدت به همکاری ثمرابخش در ساحه های سیاسی تجارتی اقتصادی علمی تکنیکی و فرهنگی اینچنین در ساحه های معارف انرژتیکا نقلیات توریسم حفظ محیط زیست و غیره تامین یکجویه و تامین صلح
امنیت و ثبات در منطقه، پیشروی در تشکیل ترتیبات دموکراتی، عادلانه و عقلانه بین المللی در ساحه سیاسی و اقتصادی. امروز در سیاست بین المللی سازمان همکاری شانخای نقش و مقامی استوار داشته، همساله توجه کشورهای منطقه و جهان به این سازمان بانفوذ افزایش می‌یابد. سازمان همکاری شانخای سازمان منطقه‌ای بوده، لیکن امروز کاراکتر اونیورسالی پیدا کرده است. زیاده از 43% اهالی سیاره زمین را در بر می‌گیرد و اینچنین قلمرو خیلی پهناور را نیز در خود دارو می‌باشد. سازمان همکاری شانخای اهمیت اقتصادی، گومانیتاری و مدافعوی دارد و مقام اساسی سازمان تحکیم امنیت و ثبات در قلمرو دولت‌های اعضا، مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، رشد همکاری اقتصادی، شریکی انرژتیکی و همگیری علم و فرهنگی میباشد. پیش از همه اعضاگی با این سازمان برای کشورهای با کشورهای اعضای آن یک رشدی با ثبات هم اقتصادی میدهد، هم تجارت در آنجا گسترش می‌یابد، هم دایره علم فرهنگ آن با هم بیشتر همکاری را براه می‌مانند و اینچنین برای پیشگیری خطرهای موثر از قبیل اکستریمیسم، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه و اینچنین سپاراتیسم یا اینکه جدایی خواهی را پیشگیری میکند. سال 2021 از تأسیس یابی سازمان همکاری شانخای 20 سال پر شد و مطابق مقررات سازمان سال 2021 ریاست در سازمان همکاری شانخای از فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان گذشت. سال 2021 که همزمان 20مین سالگرد تأسیس یابی سازمان همکاری شانخای میباشد، ریاست آن را جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد و باید گفت که جمهوری تاجیکستان یکی از مؤسسان این سازمان میباشد که هم سال 1996 هنگام پنجگانه شانخای تأسیس یافتند و سال 2001 تبدیل پنجگانه شانخای به سازمان همکاری شانخای جمهوری تاجیکستان میباشد. در سال ریاست جمهوری تاجیکستان یک سلسله چورابینی های چی داخلی دولتی و در مقیاس سازمان همکاری شانخای را در نقشه گرفته است و آنها علاقه هنوز از ماه نویبر سال 2020 تا انجام یابی ریاست خود را باید برگزار کنند. از جمله چنین چورابینی ها این واخوری سرانی دولت های سازمان همکاری شانخای که در ماه سپتامبر به نقشه گرفته شده است. جهتی در سطح ضروری گذراندن این مرکه مهمی سیاسی، تمامی تدبیرهای ضروری در شهر دوشنبه عملی میگردد. منوچهر سلیمان، معروفی عبدالله، اخبار. ادامه اخبار. ناحیه رشت با طبیعت ناتکرارش یکی از بهترین موضعهای سیاحی به حساب می رود. اما با سبب خوب نبودن حالت راه ها سیاحان نمی توانند از طبیعت ناتکرار این گوشه بهشت آسای تاجیکستان دیدن کنند. با نظر داشت این اسفالت پوشکنی راه دره کمروب و سنگ فرشکنی راه سیاه دره ناحیه رشت آغاز گردید. نوروزشاه عزیزالله از ناحیه رشت گزارش می دهد. مرحله دویومی اسفالت پوشکنی راه دره کمرو 5 کیلومتر را در بر خواهد گرفت. عین زمان با جلب متخصصان، تکنیک معاصر و در اساس نقشه کارهای موفرشکنی ادامه دارد. تا این وقت تعمیر طلب بودنی راه خاصه بعد بارشات با مردم مشکلات زیاد پیش می آورد. در زمینه توجه به واسطه راهبری دولت و حکومت مملکت در ناحیه رشت بنیاد و نوسازی راه بیشتر گردید. همین راه 18 کیلومتر به هر شرایطش وزمین باید. مثلا که همین یه بار می رفتی می اومدی موازی که راه بهترین شده در این بین 10 منوت کارت هم می رای بود میکنی می گردی می اومد. اسفل پوشکنی راهی دره کمرو به ناحیه رشت با دروزی 5 کیلومتر از طرف صاحبکار محیب بابا جانف صورت گرفته، شهروندان را از امکانیت زمانوی برای حرکت بهره‌ور می‌گرداند. راهبریت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه رشت اجرای نمونوی هدایت‌های سروری دولت را برای بهتر شدن سطح زندگی مردم و فراهم گشتن امکانیت مساعد برای زندگی مهم ارزیابی نمودند. سال گذشته همین راه با دروزی 13 کیلومتر اسفل پوش کرده شده بود که در مجموع 18 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. من شکرانه استقلالت میکنم، شکرانه صلح و صلاح میکنم که در چنین وطن زیبا منظر زندگی و عمر به سر برده ایستادم. ما اگر خود و وطن من آباد نکنیم، هیچ کس اصلا ما آباد نمیکنند. انا برای همین شده باید هر نفری که در جمهوری زندگی میکند
همی چی قدره که تواند همی یاری عملی خودش رو رسونند. همزمان از طرف همین صاحب کار بنیاد و اسفل پوشکنی راه سیاه دره ادامه دارد. برای به انجام رسوندن کارها در اساس نقشه مشخص از تکنیک معاصر استفاده می گردد. امسال باری اول در زمان صاحب استقلالی نزدیک 10 کیلومتر راه سیاه دره نهیه رشت سنگ فرش کرده می شود. سیاه دره یکی از مکانهای اساسی برای سیاحت می باشد، اما نبودنی را از مشکلات اساسی به حساب می رفت. با نظر داشت همین در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و سنگ فرش کنی را آغاز گردید. بعد به انجام رسانیدن کارها امکانیت برای سیاحت بهتر گردیده، ساکنان این موضع از شرایط زمانوی راهداری بهره ور می شوند. در مجموع در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت دوام سالهای 2018-2021 در زمینه دستگیری های پیوسته رهبریت دولت و حکومت مملکت از طرف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه و صاحب کاران زیاد از 80 کیلومتر راههای автомобильگرد اسفالت پوش کرده شده است. آینده با بیشتر نمودن اسفالت پوش کنی راهها در ناحیه رشت برای رفت و آمد ساکنان و انتقال مال و محصولات شرایط بهتر فراهم آورده می شود. در ناحیه میر سعید علی حمدانی با سهم صاحبکاران محلی بخشیده با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 9 انشاءات نو از جمله 5 مرکز خدمت رسانی و 4 انشاءات استحصالی مورد استفاده قرار داده شد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در نویه می سید علی حمدانی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت چنین تدبیرهای آبادانی برای مساعدت به پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی و تشکیل جایهای نوی کاری با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی کننده دولتی و سهم صاحبکاران محلی تا امروز در نویه 292 عدد انشاءات تعیناتشان گوناگون ساخته به استفاده داده شده است که این نسبت به نقشه بنیاد و نوسازی انشاءات جشنی 50 عدد زیاد میباشد. در جماعت شهرک مسکوی نویه میر سید علی حمدانی امسال باید 30 انشاءات نو مورد استفاده قرار داده شود که از این شماره علاقه 15 عدد آن به استفاده داده شده است. در ادامه از این کارهای سازندگی از جانب صاحبکاران محلی در جماعت شهرک باز 4 انشاءات نو با تشکیل 20 جای نوی کاری مورد استفاده قرار داده شد. کارهای آمادگی به استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز نویه با وسعت جریان داشته، طبق نقشه تا روز تجلیل از این صحنه مهم تاریخی در جماعت شهرک مسکو باید باز 11 انشاءات نوی تعیناتشان گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده شود. از 292 عدد انشاءات برای تحکیم وضع انفراستراکتور دهات و تاسیس جایهای نوی کاری بیشتر آن در دهات نویه بنیاد گردیده است. در جماعت دیاتی به نام سیدقل توردیف نویه حمدانی با سهم صاحبکاران کارخانه پرنده پروری، کارخانه بند و بست جوراب‌ها و باز ده ها عدد انشاءات نو بنیاد گردیده است. در دوره تطبیق هدف 4 ملی صنعتی کنونی با صورت کشور برای پیشرفت استحصالات در دیات مذکور کارگاه استحصال خوراکی چوروا، کارگاه کارکرد پخته، کارگاه خرد کارکرد غله و استحصال آرد به استفاده داده شد که در آن باز یک چند نفر ساکنان محلی به جای کار دائمی تامین گردیدند. طور تاکید شد در این دیات نویا با دستگیری صاحبکاران محلی بیمارخانه دیات توردیف پورا از تعمیر اساسی برآورده و با شرایط ضروری جاودانیده شد. راههای محلی باشد پورا سنگفرش و قسمان روی اساسی دهات با دستگیری مقامات اجرایی کننده دولتی اسفالت پوش کرده شده است. در این دهات نویه نیز برای با دستاوردهای ارزنده استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صاحبکاران اقدام گرفتند که تا روز تجلیل از این صحنه مقدس باز یک چند انشاءات نو ساخته مورد استفاده قرار دهند. بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر استرافشان انشاءات تعینات گوناگون مورد بهره برداری قرار داده می شوند. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سهم صاحبکاران بنیاد و نوسازی انشاءات تعینات اقتصادی و اجتماعی ادامه داشته، همزمان زمین های بیکار خوبی دولالمی به گردش کشاورزی ورود کرده می شود. گزارش مضبوط بابازاده از شهر استرافشان. امروز در دهه روگوند جماعت دیهات صبرستان با اقدام صاحبکار محلی محمود غفاروف بنای دوشانه معاصر با مبلغ زیاد از 400 هزار سومانی بنیاد و مورد استفاده قرار داده شد. صاحبکار با مسئله خاتمه گذاشتن به سرسانه های همدهگان خود که برای خرید مواد طلبات هر روزه تا به مرکز شهر و دهه های دیگر می رفتند، در آشانه یکم مغازه ماه‌ها نیاز مردم تشکیل نمود. در آشانه دویم که از تالار وسیع رفشن عبارت است، صاحبکار عزم بنیاد کارگاه دوزندگی را دارد. با این مقصد علاقه جهت خریداری یک چند دستگاه دوزندگی، گریبانسازی تومشنانی و درزمال کنی با همکاران خارجی شفنامه ها به امزا رسانیده
روزهای نزدیک تجهیزات به شهر سرافشان وارد خواهد شد. پس از مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه دوزندگی، 20 نفر زنان و دختران بیشول جماعت دیوت صبرستان صاحب کار دائمی و معاش خوب میگردند. آینده با نیت داریم که بوسه وطنمون رو آباد و زیبا گردانده، خوشحال کرده خدمت کنیم بر وطن. با اقدام صاحب کار دیگری دهه روگون بهید سلطانو در سرگاه راهی کلان نخلاگرد سرافشان صبرستان بنای سرتراشخانه بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفته اهل دهه را شاد و مسرور گردانید. از جانب صاحب کاران و اشخاص احسانکار جماعت دهات صبرستان در سرگاه راهی کلان نخلاگرد روگوند سرافشان گذاشته شدن رمز جماعت دهات و مکان لوای تاجیکستان صاحب استقلال شهادت آباد و زیبا و شکوفان گردیدن دهات شهر سرافشان کهن زمین ارزیابی میگردد. ساکنان جماعت دهات مذکور که اکثرشان را کشاورزان تشکیل میدهند این فعالیت آبادگرانه را از عملیشوی سیاست بنیادگرانه رهبریت عالی مملکت ارزیابی کرده کوشش به خرج داده ایستادند که از مزرعه ها دوسه حاصل به دست آورده به خطری امنیت آزوقه‌های مملکت را تامین سازند. سهامداران خواجگی دهقانی انفرادی نوروز بابا در حاشیه این آبادکاری ها 29 از 5 هکتار مزرعه ناآباد را به گردش کشاورزی درآورده در 14 هکتار باغ و تاک 12 هکتار کشت غلهدانگی ها 1.5 هکتار کشت بیده 1 هکتار کشت پمیدور و پیاز گذرانیده پس از درگ غلهدانگی ها و کشت تکراری شروع نمودند. بنابر در کنار راه کلان نخلاگرد سرافشان روگون جایگیر شدن خواجگی دهقانی نوروز بابا سهامداران محصولات با عرق جبین رایانده‌شان را به سودا برآورده با نرخ‌های دسترس پیشکش همدهگان و مهمانان شهر باستانی سرافشان می‌گردانند. مزبود بابازاده از شهر سرافشان برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اخبار. در ولایت ختلان 52 حجره استوماتولوژی فعالیت داشته، 363 نفر متخصص ساحه با نظر داشت شرایط موجوده با ساکنان خدمت طبی میرسانند. برای رشد منبعی کار این ساحه در دایره برگزاری یک چارابینی علمی عملی در شهر باختر روند خدمت رسانی های استوماتولوژی مورد آموزش عالمان و متخصصان قرار گرفت. گزارش خبرنگاران ما. نتیجه تحلیل متخصصان نشان می‌دهد که خدمت رسانی های استوماتولوژی از روی مراجعت بیماران بعد از خدمت رسانی های معالجوی در جای دوم قرار داشته، معالجه آنها در مؤسسه های دولتی بودجتی و خصوصی به راه مانده می‌شود. این زمان در ولایت ختلان 129 نفر استوهای دندانساز و 52 حجره خصوصی و سهامی بخش استوماتولوژی فعالیت نموده با ساکنان خدمت طبی میرسانند. روند خدمت رسانی های استوماتولوژی در منطقه های ولایت ختلان تحت همین عنوان در شهر باختر کنفرانس جمهوریوی علمی عملی برگزار گردید. مقصد کنفرانس در اون است که کم هم باشد یک تجهیزات نوی حاضر زمان، معلومات درباره جراحی کودکان، معلومات درباره جراحی ایمپلانتولوژی و رشد ساحه تندرستی در ولایت ختلان پیشرویو دیده شود. مسئولین و علمان و متخصصان ساحه وابسته به موضوع محوری کنفرانس امروزه با معروضه های پرمحتوای تحلیلی برآمد نموده، اوید به وضع خدمت رسانی استوماتولوژی و سمت های رشد آن در ولایت ختلان، کمبودی و مشکلات جای داشته در این جاده و راه های حل آن ابراز عقیده نموده، یادآور گردیدند که طی سالهای پایداری صاحب استقلالی کشور با دستگیری های به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان برای تامین شرایط های مساعد و مواصیری خدمت رسانی های طبی به اهالی تدبیرهای زیادی نتیجه بخش عملی گردیدند که امروز تمام عملیات تشخیص و تبابت مراجعت کنندگان در مؤسسه های تندرستی داخل مملکت از آن جمله ولایت ختلان انجام داده می شود. در سال جاری ما تقریبا 30-40 نفر طبیبان و همشیرهای شفقت را از بازآموزی گذراندیم. کورس‌های بازآموزی سیار تشکیل تأسیس دادیم که طبیبان راهی دراز طی کرده نروند و مبلغ بسیاری صرف نکنند و در زمینه مرکزی استوماتولوژی ولایت ختلان شهر باختر ما این کورس‌ها را تشکیل نمودیم و طبیبانی که نیاز داشتند با بازآموزی اون را از کورس‌های بازآموزی گذراندیم. در رفت کار کنفرانس مذکور سطح خدمت رسانی های استوماتولوژی در بیمارخانه های شهر و نواحی ولایت ختلان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در خاتمه یک قطار طبیبان سمت استوماتولوژی وابسته به فعالیت نظارت خود با سپاسنامه ها قدرشناسی گردیدند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از شهر باختر برای برنامه اخبار.
در فصل تابستون بیشتر میوه و پلیزی ها پخته می رسند و استعمال نادرستی آنها می تواند باعث بیماری های گوناگون از جمله بیماری های روده گردد. این گونه بیماری ها را بیشتر در بین کودکان مشاهده کردن ممکن است. چی را باید دانست و چی باید کرد تا مبتلای چنین بیماری ها نگردیم؟ همکارانمان معلومات بیشتر می دهند. در اون روی بیماری است که اساساً از حساب ترکیب غذای ناسالم پیدا می شود. با تاکید متخصصان انسان اگر غذای نادرست خصوصاً مهلت استعمالش گذشته را تناول کند، با در اون روی گرفتار شدن او از احتمال دور نیست. همزمان ناشسته خوردن میوه‌گی سبزیجات و پلیزی تر و تازه نیز می تواند با در اون روی آورده رساند. اساساً کودکان مراجعه می کنند که تمام سبزیجات و میوه‌جاتی که هست باید همه وقت پیش از استعمال با آب شوشتن لازم است. عموما از بالای تمام میوه‌جات که است در بالاش آب خنک نوشیدن ممکن نیست. که وای آب خنک به حذف شوی همون میوه‌جات تاثیر میرساند. وقتی که تاثیر میرساند در روده و در معده ها همین چیز حذف نمیشود. وقتی که حذف نمیشود همین چیز به بیماری آورده میرساند. طبیبان سیروچینوس برای نظرند که انسان در نتیجه آمیخته و ناشسته استعمال کردن میوه‌جات و نوشیدن آب خنک از بالای آن زود به درون روی گرفتار شده به سلامتی خود ضرر میرساند. تربوز استعمال کنیم و در بروش اگر انگور استعمال کنیم اگر در همین وقت ممکن آن همه به بیماری آورده رساند. برای همین یک جای نمیدونی یک چند میوه‌جات در یک وقت ممکن نیست. بعد از همین میوه‌جات خوردن یا کیوی خوردن ما باید آب استفاده بریم، نه آب خنک. به همان ارگانیسم تاثیر میرساند، ارگانیسم سوس میشود. وقتی که ارگانیسم سوس شود همین کسلی آدم سرایت میابد. برای حفظ سلامتی و دچار نشدن سبب و عوامل هایی که به درون روی انسان باعث میگردد متخصصان توصیه میدهند که پیوسته غذای سالم استعمال کرده قاعده های بهداشتی را هنگام خوردن غذا میوگی ها به طور حتمی رعایت نمایند و در یک وقت نباید میوگی هر خله استعمال نمود. محمد مومن زاده، اهل دین کریم، مقصد اخبار. کشاورزان شهر وحدت با مقصد ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن هر قید از زمین کارم آبی از جمله زمین های نزد حولگی و قیده های یاری رسان حاصل دلخواه زراعت کشاورزی به دست آوردند. ساکنان و کشاورزان از حاصل به دست آورده خود در برابر تأمینات روزگار همچنین برای احتیاجات خانوادگی از حالا مواد غذایی از جمله گندم، لوبیا، دانگی و کارتوشکای پیاز ذخیره می نماید. گزارش همکارانمان محمد علی عبدالکریم و شکرالله نورالله در این خصوص. کشاورزان شهر وحدت از یک زمین رویاندن زیاده از دو حاصل در یک سال و با این وسیله سهم گذاشتن در تامین برنامه آذوقه‌واری مملکت تدبیرهای سودمند را راه اندازی می نمایند. اطلاع داده شد که اهل زحمت شهر وحدت با مقصد ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین کارم آبی توانستند که امسال حاصل دلخواه غلدانگی، پیاز و کارتوشکا، پامیدور و بادرینگ، سبزیجات و پالزی و محصولات لوبیا دانگی به دست آورند. ساکنان شهر وحدت در برابر تامین روزگار خود از حاصل دلخواه به دست آورده از حالا برای احتیاجات خانوادگی مواد غذایی برای دو سال ذخیره می نمایند. ذخیره کنی محصولات ساحه کشاورزی از جمله گندم، محصولات لوبیا دانگی، پیاز و کارتوشکا را ساکنان جماعت دهات سیمیگنج، بازاربای برونوف، گلستان، کریم اسماعیلوف خوب در کردند. ما علاقه ذخیره انا گندم، انا لوبیاگی ها، انا کارتوشکا، سوزی، پیوز همه را برای خود ذخیره کرده گرفتیم. زمین دیدن نمودن از رفتی کارهای صحرایی و کشت تکراری در زمین های نزدی حولیگی ساکنان حدود جماعت دهات گلستان معلوم گردید که مردم هر یک وجب قطعه زمین را صبرانک و عاقلانه استفاده برده استادند. در جماعت دهات گلستان زیاده از 43,000 ساکنان استقامت میکنند. هر یک وجب زمین در حولیهاشون نزد حولیه خود محصولات های خوراکوار از جمله پمیدور و بادرینگ، جواری مکه، لوبیا، کارتوشکا، هر چیزی که امروز مردم در زندگی ضرور است کشت کرده جمعواری کرده استادند. گواهی این گفته ها قطعه زمین نزدی حولگی شهروند صادرخان قاسمزاده می باشد. ابراز گردید که قطعه زمین نزدی حولگی این آیله میدان 10 ساتیق را تشکیل داده، آنها در زمین مذکور پس از جمع‌آوری حاصل یکم زراعت های گوناگون برای تامین احتیاجات خود کشت کردند.
در این خاندان عین زمان از پمیدار و بادرینگ تر و تازه که به حاصل در آمده است برای موسم زمستان محصولات کنسرو شده آماده می نمایند. صبرانک و عاقلانه استفاده نمودن قطعه های زمین نزدی هولیگی از جانب ساکنان جماعت دهات گلستان نشانه از جانبداری دستور و سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رشد ساحه کشاورزی می باشد. همین ذخیره که جمع کرده گی در اویله ما که ما 15 نفر در خانه استقامت میکنه پرا تامین کرده میتونه. من با شهر و مملکت مراجعه میکنم که از زمینایی که در زمینه نظریه دارن عاقلانه استفاده بار برده، ذخیره هایی که دو ساله یا که یک ساله پرا جمع کرده و اویله خوش پرا استفاده برن. راه اندازی چنین تدبیرهای سودمند امکانیت میدهد که ساکنان شهر وحدت بهره ذخیره نمودن نامگوی زیادی محصولات غذایی برای تامین احتیاجات خود و هم برای تامین ساکنان مملکت مساعدت نموده، با این وسیله در باز هم غنی گرداندن محصولات سایه کشاورزی و فراوانی محصولات سهمی ارزنده میگذارند. محمد علی عبدالکریم، شکرالله نورالله، وحدت اخبار. با مقصد درست براه ماندن تکنولوژی پرورش کارتوشکای تکراری در شهر و ناحیه های ولایت خطلون مشورت علمی و نظریوی دایر گردید که در کوری آن علمان اکادمی علم های کشاورزی و کشاورزان و رهبران خواجگی های دهخانی شهر و ناحیه های ولایت اشتراک نمودند. خبرنگاران ما خدای دادی رجب و اسکندر سعید در این خصوص گزارش آماده نمودند. استفاده سمرانوک زمین و اصول های مؤثر کشت و کار محصولات کشاورزی از عامل های مهم فراوانی حاصل نوکی و رشد ساحه کشاورزی ارزیابی میگردد. با در نظر داشت این نقطه کشاورزان ولایت خطلان در روند کشت و کار و کارکرد زراعت های پروریده شان قایده های اگراتکنیکی را به خوبی رعایت میکنند. با مقصد بلند برداشتن حاصل نوکی کشت کارتوشکا در ناحیه خراسان سمینار مشورت ولایتی در موضوع خصوصیت های خاص کشت و پرورش کارتوشکای تکراری دایر گردید که در آن عالمان اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان اوید به خصوصیت های کشت کارتوشکای تکراری و عامل های رویانیدن حاصل فراوان به خواجگیداران مسئلات های سودمند دادند. در چوربینی امروز ما عالمان متخصصان را دعوت کردیم تا که به خواجگی دهقانی و دهقانان توصیه های خود را دهند که آنها چی طور کشتی تکراری کارتوشکا را کشت کردن و حاصل خوب را رویاندن به آنها فهمانده شود. سال گذشتم کشت کارتوشکای تکراری گذارانده بودند، دهقانان حاصل خوب به دست آوردند. طبق اطلاع متخصصان ساحه کشاورزی اقلیم منطقه باختر ولایت خطلان برای کشت دوباره کارتوشکا مطابق بوده، دهقانان امکان دارند که طریق درست براه ماندن قایده های اگراتکنیکی از میدان های کشت کارتوشکا حاصل دلخواه به دست آورند. از جمله در این موسم دهقانان ولایت در میدان 4780 گکتر کشت کارتوشکای نوهای میانپز و میانپز سلکسیای وطنی و خارجی را براه ماندند. طور علمان ساحه کشاورزی اظهار داشتند بنابر اقلیم گرم شهر و ناحیه های جنوب ولایت خطلان خواجگیداران را می باید که جهت سری وقت گذراندن کارهای اگراتکنیکی و غذادهی و آبمانی میدان های کشت کارتوشکا دقت جدی دهند. برای تامین کردن طلبات اهالی با کارتوشکا که موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 92 کیلوگرم معین شده است، اون مقدار کارتوشکایی که ما حاضر استعمال میکنیم این بسنده است فقط برای اگر با پورگی استعمال کنیم، ولی در اینجا ما باید دانیم که اگر 60,000 هکتار کارتوشکا باشد، اگر 3-3.5 تنگین قریب 200,000 تن کارتوشکا مینوس، بعد تخمینا 100-120,000 تن دیگر با صادرات روان کردیم چون مواد استعمالی و چون کارتوشکای تخمی. در موسم امسال کشت تکراری دهقانان ناحیه خراسان نیت دارند که در میدان 215 گکتر نوهای گوناگون کارتوشکا را کشت نمایند. خواجگیداران ناحیه عزم گرفتند که تا آخر ماه آگوست نقشه پیش بینی شده را در این سمت پورا اجرا کنند. در جماعت دیوتی بنام صدرالدین عینی امروز ما کشت تکراری کارتوشکا را سر کردیم، اما 50 گکتر کشت تکراری می باشد، 25 گکتر در خواجگی دهقانی ها، 25 گکتر با اهالی نقشه بندی شده است. در حدود جماعت دیوات ایرالی طبق نقشه 20 گکتر کشتی تکراری کارتوشکا به نقشه گرفته شده است. تا امروز خواجگی های دهقانی حدود جماعت زیاده از 5 گکتر کشتی کارتوشکا را به اتمام رسانیدند و تا روزی
دهم ماه آگوست ما به نقشه گرفتیم که با قیمانده نقشه در پیش ساده را به انجام میرسانیم. ضمن سمینار مشورت ولایتی خصوصیت های خاص کشت و پرورش کارتوشکای تکراری که در زمین های حاصلخیز خوجگی دهقانی نورعلی از جماعت دهات صدردین عینی ناحیه خراسان برگزار گردید، اشتراکچان همچون مشغولیت تجربوی در میدان قریب 2 گکتار کارتوشکا کشت نمودند. ذکر گردید که در صورت آبیاری و تامین سروقتی مرزهای کشت شده با نوری های فایدناک امکان برداشتن حاصل فراوان از احتمال دور نیست. خرطوش کرد ما سالوی پیشتر هم گذارانده بودیم ای بحوری ده کم تر حاصلش که یکان سینتر کم باشم اگر بود هوا ده هم نگاه میکنه برای که اکتبر ده با هم نویب رو سراشت اگر سرمای خیلی چی نزنه برگی هم خرطوش کرد حاصل خوب میگیریم. در این روز در برابر آموزش تجربوی کشت کارتوشکای تکراری همچنین علمان و متخصصان ساحه کشاورزی به دهقانان و رهبران خواجگی های کشاورزی ولایت ختلان مسئلات های مفید دادند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می دهیم. در ارتباط با 30 سالگی استقلال دولتی، مسئولان جمعیت تاجیکان در شهر و ولایت های فدراسیون روسیه با هموطنان ملاقات و باخوری ها می گذرانند. تدبیرهای باشکو در ولایت ساراتوف بنقشه گرفته شده است که ترغیب دستاوردهای یک دوره معین کشورمان را در بر می گیرند. گزارش محمد علی سفر و خورشید سید احمد. در ولایت ساراتوف فدراسیای روسیه هموطنان ما بعد از تاسیس مرکز ملی فرهنگی امکان معرفی شایسته تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی را پیدا کردند. فعالیت جمعیت تاجیکان در این منطقه فدراسیای روسیه در دیگر سمت‌ها از جمله برگزاری تدبیرهای فرهنگی و مناسبت جشن‌های ملی و دولتی نظررس بوده، ماست توسط چنین شورابینی‌ها هنرهای مردمی و معرض گذاشته می‌شود. هموطنان ما با شکرگزاری از فضای تنج و آسوده کشور و رشد بی‌سابقه ساحه‌های گوناگون که ماز با شرافت استقلالیت به عمل آمده است و افتخار و سرفرازی چنین اظهار اندیشه دارند. بسیار خوشحالیم که همچین وطن داریم، بسیار آبادی زیبایی شده است. ما کجا دا نباشیم که همین وطن رو یاد میکنیم، آمادگی همین استقلالیت تیاری داریم. در شهر و ولایت های فدراسیای روسیه مسئولان مرکز های ملی فرهنگی در حفظ و نگهداشت عرف و عادت، رسم و آیین ها، دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و بلند برداشتن حس وطن دوستی و خودشناسی نورسان و جوانان تدبیرهای مهمی اندیشند. ده ها نفر دانشجویان تاجیکی که در مؤسسه های عالی تعلیمی فدراسیای روسیه تحصیل می نمایند با مرکز های ملی فرهنگی رابطه دائمی داشته در چورابینی های جشنی فعالانه شرکت می نمایند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از ولایت ساراتوف فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 3 است که در مملکت آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گزارانده می شود که یکی از هدف های اساسی برگزاری آزمون دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت ارزیابی می گردد. در شهر دوشنبه دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من آغاز گردید که 160 نفر به دور نوبتی رخصت گرفتند. گزارش بابوکالون امینزاده. سال 3 است که در تاجیکستان در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گذرانده می شود. در شهر دوشنبه دور شهری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با تشخیص مقامات اجرایی حکم دولتی شهر دوشنبه آغاز گردید که از 338 نفر اشتراکچی آزمون از 4 ناحیه پایتخت 160 نفر اشتراکچی به دور شهری رخصت گرفتند. در دوری نوحیوی اثری توجکی ناوخته بودم، از دوری نوحیوی به دوری شهری راخت یافتم. حاضر باشد در دوری شهری اشتراک میکنم، با تیاری جدی آمدم. آزمون با مقصد سازوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، تقویت بخشیدن با کسبیت هنر اجرا کنندگی و ایجاد موسیقی نو، اینچنین تالیف اشعار بلندگویی وطن دوستانه، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلال دولتی برگزار کرده می شود. بنده نیز در همین آزمون با نامینیسیای کامپوزیتوری استرادی اشتراک کرده استودم. این آزمون برای نسل نوراس یک
تکانی میدید که بازم نسل نوروز از روی خود کار کنند، استعداد خود را سیقل دهند. آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من توانست که برای دریافت استعدادهای نو جوان در سوی صنعت موسیقی تکانی جدی بخشیده، امکان فراهم آورد که سرایندگان و نوازندگان با استعداد پیدا و معرفی گردند. از این آزمون ها این قدر شاگردان با معرفت یعنی پیدا گردیدند. با سراییدن و نواختن این یک سرزمین بسیار تاجیکستان و زیبای ما، یعنی هدف از این آزمون همین است که تاجیکستان عزیز ما را وصف کردن، چی در نوازش و چی در سرودن. گفته می شود که هر یک نامینیسیا دوره طلبات مخصوص کسبی بوده، در وقت اجرا تالیف اثری موسیقی، شعر، سرود و آهنگ به نوبت گرفته می شوند. در جنبه اشتراکیان از جانب حکمان معین کرده شده به دور جمهوری روخن می گیرند. بابکان لمیزاده، مقصد مقصد، اخبار. با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، دوام سالهای صاحب استقلالی در ناحیه‌های رشت و سنگبار ده‌ها انشاءات فرهنگی بنیاد کرده شدند. در همین زمینه و در دایره تدبیرهای آبادانی سالی روان خانه‌های فرهنگ و کتابخانه‌ها از نو تعمیر و برقرار کرده شدند. گزارش ایدیگولی محمود. فرهنگ همچون ساحه سرنویساز و تکیگاه با اعتماد معنوی جامعه در نظام سیاست اجتماعی کشور یکی از سمت‌های مهم و افضلیتناک اعلان گردیده. برای تامین رشد استواریان از روزهای اول استقلال دولتی غمخوری های زیاده ظاهر می‌گردد. اگر تا دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت همگی یکچند مؤسسه فرهنگی از قبیل خانه های فرهنگی، کلوب و کتابخانه فعالیت میکرد، امروز از فیض و برکت استقلال دولتی کشوری عزیزمان 56 خانه های فرهنگی، کتابخانه و باغ های فرهنگی و فراغتی با شماره 152 نفر کارمندان ساحه به مردم خدمت رسانیده استادند که قسم زیادی بناهای ساحه سالهای آخر از حساب مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت فرهنگ، مقامات محلی و صاحبکاران محلی بنیاد شدند. در این مدت 15 کتابخانه دهات با ارزش 485800 سومانی بنیاد گردیده، برای خرید تجهیزات و کتاب 82000 سومانی مصرف شده است. اگر تو دوران صاحب استقلالی در ناحیه همگی 5 کلوب و 31 کتابخانه و 6 خانه فرهنگی فعالیت می داشت، این زمان شماره خانه های فرهنگی به 13 تا، شماره کتابخانه ها به 40 تا و شماره کلوب ها به 3 تا امروز فعالیت کردند که شماره کارمندان در بستکاری 152 نفر را تشکیل می دهد. و اینچنین در این دوام بابت رشد و نموی ساحه در زمینه هم در محل و هم در سطح ناحیه یک قطع کارهای سازندگی آبادانی براه مونده شد و کتابخانه هایی که در خانه های شخصی و در خانوادگان ها جایگیر شده بودند، در دوران صاحب استقلالی کشور همه این کتابخانه ها از خانه های شخصی برآورده شدند. کتابخانه های نو زمانوی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. در ناحیه رشت دو باغ فرهنگی و فراغتی عمل نموده. سالهای آخر این مرکزهای فراغتی از نو تعمیر و با تجهیزات‌های ضروری پورا تامین کرده شدند تا برای استراحت ساکنان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شود. رشد ساحه فرهنگی ناحیه سنگوار محض از استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد، زیرا این ناحیه کوهستان هم قدم استقلال می‌باشد. این است که از اول روزهای تشکیل شدن این ناحیه بنیاد کتابخانه و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی در قلمرو جماعت‌های دهات آغاز گردید. از همه دستاورد مهم و ارزشمند این بنیاد کاخ فرهنگ به شمار رفته. بنای دو آشانه با مبلغ بیش از 3 میلیون سومانی از حساب برنامه‌های بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شده است. کاخ فرهنگ ناحیه سنگوار از دو تالار، کتابخانه، آثارخانه و دیگر زیربناهای علاوه‌ای عبارت بوده. برای فعالیت با نظام کارمندان ساحه تمام شرایط ها فراهم آورده شده است. در این روند در یک قطار دهاتی دوردست کتابخانه های نو بنیاد شدند تا مردم از این مکان دانش و معرفت غذای معنوی بردارند. همین طریق فعالیت با نظام مؤسسه های فرهنگی ناحیه های رشت و سنگوار باعث آن می‌گردد که تا سطح معرفت و معنوی مردم باز هم بلند برداشته شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت.
دهه خدارجیو ناحیه رشت قلعه با هنرمندان خود نه تنها در ناحیه بلکه در قلمرو بدخشان شهرت یار است. سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی برای احیای هنرهای ملی و رونق آنها امکانات فراوان فراهم آورد. گزارش همکارانمون از ناحیه رشت قلعه. در سالهای گذشته هر یک دهه کوهستان بدخشان دارای آهنگرخانه بود، ولی در دوره شوروی قسمت بیشتری چنین کارگاه ها از بین رفتند. خوشبختانه شخصانی یافت شدند که با مشکلات نگاه نکرده کسب آهنگری را از نسل به نسل به میراث گذاشتند. یکی از چنین مردان کار مسکون دهه خدارجیو ناحیه روشقلق لشکربک شاگومبکوف میباشد. وی آهنگرخانه خرد بابایی را خوابات نموده در خدمت مردم قرار داد. چون ساکنان کوهستان بدخشان به حالات های مهنت برای کارکرد زمین های خرد احتیاج دارند، درخواست های بیش منظور گردیده استاد طلب باتی نه تنها مردم خدارجیو بلکه روستاهای گرد اطراف را نیز تامین میکرد. با اعلان گردیدن سال 2019-2021 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی از طرف پیشوای معظم ملت محترم حمامعلی رمون برای فعالیت کارخانه هنرمندی امکانیت بیشتر پیدا گشت. لشکربک شاگومبکوف قید کرد که برای تیار نمودن اسباب های روزگار اشیای خام را از شهر دوشنبه و بازار شهر خروخ دسترس نموده، مطابق درخواست مزاجان حالات لازمی را آماده می نماید. فعالیت آهنگری وسیله مهمترین پیشبرد روزگار خانه و در دوران بازار اقتصادی به حساب می رود. این مرد هنرمند نیت دارد در آینده کارگاه خرد آهنگری را وسیع‌تر نماید و ساکنان بی‌شغل را به کار جلب نماید و این هنر بابایی را به نورسان آموزاند. لشکربک شاگومبکوف پیوسته در نمایش‌های هنرهای مردمی نه تنها در ناحیه روشقلق بلکه ولایت جمهوری شرکت نموده، آوازه هنری را کیها پهن گردیده است. امروز این استاد هنرمند برای وسیع نمودن نامگوی محصولات کوشش به خرج داده، جهت بیشتر نمودن صفت آن تلاش می‌ورزد. ادامه برنامه اخبار. در شهر دوشنبه مسابقه تنیس برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانباز گردید. در دایره تدبیرها با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عینی مسابقه های گوناگون ورزشی آغاز گردید. همچنین در شهر نارک برای ترغیب و تشویق تربیت جسمانی و به این وسیله جلب نمودن جوانان به ورزش برای دریافت جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مسابقه فوتبال خرد تشکیل کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. از 2 تا 7 آگوست بخشیده به 30 سالگی دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت وطنمان شهر زیبای دوشنبه مسابقه بین‌المللی اوید به تنیس میدانی بین نوارسان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2021 برگزار گردید. در مسابقه 66 نفر ورزشکار از دولت‌های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، انگلیه، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان، شریلانکا، ایالات متحده آمریکا، آلمان و اسرائیل طول 5 روز با هم مسابقه نموده بهترین ها معلوم شدند. به اطلاع کمیته کار با جوانان ورزش نزدیکمه جمهوری تاجیکستان در واخیرای انفرادی میان پیستران امیر حمزه نصرالدینوف از روسیه پیروزی را جشن گرفت. او در فینال بر استفان ساچ از بریتانیا کبیر دست بالا شد. میان دختران باشد ویکتوریا میلوانوا از روسیه بر همه حریفانش غلبه کرده به جای اول برآمد. هموطنش والیرا ایوانوفسکایا با رسیدن مدال نقره قناعت کرد. در رقابت جفتی بین پیستران امیر حمزه نصرالدینوف از روسیه همراه اسام جان شریف از تاجیکستان هنری والا نشان داده، سازاوری مکافات اساسی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مدال های طلا شدند. جفتی سعید ابروروف و اسماعیل خروتینوف از ازبکستان مدال نقره به دست آوردند. دختران دو جفت از ازبکستان مونیسا اشوتبکوا مفتونه بانو قهرمانوا جای اول، علیا موسوبکوا امیرخان ولی خانوا جای دوم را سزاوار گردیدند. در مراسم رسمی پوشیدهشی مسابقه مسئولین کمیته کار با جوانان ورزش نزدیکمه جمهوری تاجیکستان روش نمودهای مختلف ورزش بخصوص تنیس میدانی در مملکت ابراز نظر نموده، افزودند که با شرافت صاحب اسکولای تاجیکستان عزیز ورزشکاران مملکت در خطاری مسابقه های سطح جمهوری امکانات پیدا کردند که پیوسته در چوربینوی سطح بین المللی اشتراک نموده پرچم دولتی تاجیکستان را پرافشان نمایند. مسابقه بین‌المللی اوی با تنیس میدانی میان نورسان برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2021 به تقویم چوربینوی فدراسیون بین‌المللی تنیس میدانی وارد گردید. این امکان می‌دهد که نفوذ مسابقه در عرصه بین‌المللی بلند گردیده شماره خواهشمندان سال به سال بیشتر گردد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی در برابر بنیاد و نوسازی انشاءات تعینات گوناگون و تکمیل انفراستراکتور کار و خدمت رسانی همچنین به سوای ورزش نیز دقت خاص داده می شود. با مقصد ترغیب ورزش امروز با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی بخش کار با جوانان و ورزش
همچنین جوانان و ورزشکاران 8 جماعت دیهاتی نوحیه مسابقه های گوناگون ورزشی برای دریافت جام نوحیه رسما افتتاح یافت. شورابینی مذکور در تالار ورزشی زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 که با اشتراک بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان افتتاح شده بود برگزار گردید. مسابقه ها از روی یک چند نمود ورزش از قبیل فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی ملی، کشتی طرز آزاد، تنیس، تنیس روی میز، ششکه و شاهمات برگزار می‌گردد. مورد ذکر است که ورزش روز به روز در تاجیکستان صاحب استقلال رشد و انکشاف یافته، قسمتی اساسی اهالی مملکت رو به آن آوردند. روی آوردن جوانان و نوجوانان به ورزش از سالمی ملت تاجیک شهادت داده، برای ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم زمینه مساعد گشوده است. در برابر دیگر نمودهای ورزش، فوتبال نیز در مملکت رشد کرده. با تلاش‌های همیشگی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امام‌علی، اشاعت مؤثری صاحبی بنیاد و برای فوتبال بازان تاجیک زمینه با اعتماد گذاشته شد. مورد به ذکر است که مسابقه‌ها تا تجدید جشن 30 سالگی استقلال دولتی ادامه یافته، غالبان در مراسم جنبستگی آن با مدال و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده می‌شوند. بنیاد و نسازی میدانچه و تالارهای ورزشی که در دایره تدبیرهای آبادانی در ناحیه انجام داده می‌شود، بیانگری آنند که توجه به رشد ورزش و جلب جوانان به طرز حیاتی سالم را در ناحیه در اولویت قرار دادند. باعث افتخار و قناعتمندی است که امروزها در ناحیه عینی چندین تالارهای برهوای زمانوی ورزشگاه مرکزی کشاده و استفاده داده شد که این باعث فخر ما جوانان است. در ناحیه عینی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی مملکت دو تالار ورزشی زمانوی و ورزشگاه مرکزی ناحیوی مورد بهره برداری قرار داده شد که باعث رشد صحه ورزش گردید، شرایط مساعد برای گذراندن چهار بینی های ورزشی فراهم آورده شد. ورزش وسیله مهمی ترغیب و تشویق طرز حیات سالم به حساب می رود. به دور فینالی مسابقه فوتبال خرد که با مقصد به دست آوردن جام حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بین دسته های شهر نورک برگزار گردید، سه دسته از جمله دوکانی انرژتیک الکترون راه یافته میان هم سبقت کردند. طبق اطلاع مسئولان مسابقه فوتبال خرد قریب یک ماه می شود که با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر نورک و بخش کاربرد جوانان و ورزش میان 15 دسته حدود شهر گذرانده می شود. بعد جنبست مرحله های اول دور فینالی آن در سطح بلند با جانبداری مخلصان صورت گرفت. در دور فینالی نخست دسته دوکانی با انرژتیک سبقت نموده آن را مغلوب ساخت. سبقت دسته ها جالب و دیدنی صورت گرفت و هر یکی آنها برای به دست آوردن جای یکم و صاحب جام مسابقه گردیدن تمام مهارت ورزشی خود را استفاده کردند. مخلصان بازی فوتبال را با ذوق بلند تماشا کرده با کفکوبی فوتبال بازان را دستگیری نمودند. رقابت دسته های دوکانی و الکترون برای به دست آوردن جام صورت گرفت که در آخر دسته الکترون دسته دوکانی را مغلوب ساخته سزاوار جای یکم گردید. برگزار نمودن مسابقه فوتبال خرد جهتی در عمل تطبیق نمودن برنامه مخصوصی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در باره رشد فوتبال در دهات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2024 زمینه میگذارد. مقصد از برگزار کردن مسابقه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و جلب شهروندان مملکت به مشغولیت های ورزشی مخصوصا فوتبال و تامین بی‌واسطه اجرای برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2017-2021 را تشکیل می‌دهد. طبق خلاصه داوران جای یکم به دسته الکترون، زینه دوم به دسته دوکانی و مقام سوم به دسته انرژتیک داده شد. در وضعیت تنتنوی به غالبان جایهای یکم و دوم و سوم افتخارنامه، دیپلم، تحفه های پولی و جام به دسته الکترون تقدیم کرده شد. نوریدین قربان، اهل دین کریم، عبیدالله سعید ولی برای برنامه اخبار. بیننده های عزیز، در آخر توجه نمایید به یک اعلان. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه با توجه ساکنان و مهمانان پایتخت می رساند که در رابطه با گذراندن تمرین های سفارایی و پرادی حربی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 9 آگوست سال 2021 حرکت همه گونه وسایل نقلیات اتومبیلی در کوچه حافظ شیرازی از بورش کوچه کرامف تا بورش کوچه سعدی شیرازی از 10 تا 26 آگوست همه روزه
از ساعت 15 تا ساعت 21 و در خیابان اسماعیل سامانی از بورش خیابان رودکی تا بورش خیابان ابوعلی ابن سینا از 27 تا 7 آگوست سال روان از ساعت 18 تا 23 قطع می‌گردد. حرکت اتوبوس های خط سیرهای 29 میکرو اتوبوس های 19 35 و 58 طریق کوچه کرامف نظام گنجوی و حرکت اتوبوس خط سیر 22 با واسطه خیابان رودکی براه مانده می شود. از این لحاظ از رانندگان همه گونه واسطه های نقلیات اتومبیلی احترامانه خواهش کرده می شود که از کوچه و خیابان های همشفت با کوچه حافظ شیرازی و خیابان اسماعیل سامانی استفاده برند. بیننده های عزیز و ارجمند، این بود برنامه تلاوتی اخبار. خیر، سلامت باشید.